دوستان با قسمت دوم مدل‌های زیبای رنگینک در خدمتتون هستم. عرض تهیه 30 عدد رنگینک به طرح نیمکره. ابتدا 1/3 خونه های قالب رو با مایع رنگینک پر می کنیم و بعد خرما و گردو رو روی مایع رنگینک قرار میدیم و بعد مایع رنگینک رو روی خرما و گردوی قرار داده شده درون قالب میریزیم و درون یخچال به مدت 2 ساعت میذاریم تا کاملا رنگینک ها خودشون رو بگیرن. حالا حباب گیری می کنیم. و بعد به مدت 2 ساعت درون یخچال قرار میدیم. بعد از 2 ساعت قالب رو از یخچال بیرون میاریم. رنگینک ها رو از قالب جدا می کنیم که آماده تزیین شدن هستند. حالا برای تزیین از ماسوره شماره 2 و محلول دارچین و مایع رنگینک استفاده می کنیم. دارچین رو روی رنگینک ها می پاشونیم با بادوم ورق شده و خلال پسته کار تزیین رو تموم می کنیم. طرز تهیه رولت رنگینک. برای تهیه رولت رنگینک من از حصیر بامبو مخصوص پیچیدن رول سوشی استفاده کردم. ابتدا هسته خرما ها رو درآورده و با ته چنگال خرما ها رو نیمکوب می‌کنیم و بعد روی سلفونی که قبلا روی حصیر بامبو قرار دادیم خرما رو پهن میکنیم. از کمی آب برای نه چسبیدن لیسک یا همون اسپچولا به خرماها استفاده میکنیم. نوبت پاشیدن دارچین روی خرماهای پهن شده هستش و بعد گردوهای تفت داده شده رو روی خرما و دارچین میریزیم و بعد با دست کمی فشار میدیم تا گردو به خرماهامون بچسبه که موقع رول شدن از هم جدا نشن. حالا همونطور که در فیلم میبینیم به آرومی حصیر بامبو رو جمع میکنیم، رول میکنیم و یواش یواش نایلون سلفونمون رو ازش جدا میکنیم و همینطور به رول کردن خرما ادامه میدیم تا جایی که رولت ما شکل بگیره و کامل بشه. لایه از مایع رنگینک رو روی رولت خرما می‌ریزیم، به مدت یک ساعت در یخچال قرار میدیم تا لایه خودش رو بگیره و آماده باشه برای ریختن لایه دوم مایع رنگینک. ظرفمون رو در یخچال به مدت یک ساعت بگذاریم و بعد از یک ساعت لایه دوم مایع رنگینک رو روی لایه قبلی می‌ریزیم تا خرماها کاملا پوشیده بشن. مجددا ظرف رو به مدت یک ساعت درون یخچال قرار میدیم تا آماده باشه برای طرح اندازی روی سطح رنگینک. خلال پسته و بادون رولتمون رو تزیین میکنیم. طرز تهیه 30 عدد رنگینک با طرح شکلات. قالب سیلیکونی طرح شکلاتمون رو ملاحظه میکنید که دارای خونه‌های کوچیک برای ساخت شکلاته. ابتدا با اسپری طلایی برخی از خونه‌های قالب سیلیکونمون رو اسپری طلایی میکنیم و باقی مونده خونه‌های قالبمون رو با اسپری نقره‌ای رنگ اسپری نقره‌ای میکنیم. حالا با ماسوره شماره 3 مخلوط دارچین و مایع رنگینک رو به صورت یک لایه درون قالب ها می‌ریزیم. قالب رو به مدت یک ساعت درون یخچال قرار میدیم تا مواد ببندند. خرمای دو نیم شده رو مجدداً با قیچی به دو قسمت دیگه تقسیم میکنیم تا خرمای کوچیکتری به دست بیاد. گردولاش میذاریم و آماده میکنیم تا وقتی قالب رو از یخچال بیرون آوردیم خرماها و گردوهای گلوله شده رو روی سطح مایع دارچین و رنگینک قرار بدیم. حالا مایع رنگینک رو روی خرما و گردوها می‌ریزیم. با سوزن مخصوص حبابگیری روی بیسکویت یا شیرینی سعی میکنیم حباب‌های ایجاد شده رو از بین ببریم. حالا قالب رو به مدت دو ساعت درون یخچال قرار میدیم. وقتی که قالب رو از یخچال بیرون آوردیم رنگینک ها رو از قالب جدا میکنیم. حالا میبینید که روی سطح رنگینک ها اسپری های طلایی و نقره‌ای ما کاملا مشهود هستند. امیدوارم از این ویدیو کاملا راضی باشید. ضمناً برای دوستانی که به زبان انگلیسی تسلط دارن این ویدیو به صورت انگلیسی تهیه شده که لینکش رو درون قسمت توضیحات حتما قرار میدم. دوستان خوبم با لایک و سابسکرایبتون حمایت خیلی خوبی از کانال من حتما به عمل میارید. متشکرم. روزتون خوش.